و این خیلی ارزشمنده که کسانی که با هم ازدواج میکنن فقط صرفا همسر هم نباشن یار هم دیگه باشن یاور هم بار هم نباشن گاهی موقع ممکنه با هم زندگی میکنن اما بارن گاهی موقع هم حتی خارن یعنی با هم دیگه جوری هستش که تو تن و هم دیگه میرن خدا نکنه همچین زندگیایی باشه پیغمبر اکرم از امیر که ازدواج کرد با حضرت زهرا یه مدت که گذشت گفت علی جان کیفه وجدت اهلک زهرا رو چگونه یافتی امیر المومنین فرمود نعم اون فی طاعت الله زهرا کمک منه تو بندگی کمک منه یاور من هست هر موقع امیر خب میدونید زندگی امیر این آدمای بزرگ زندگیشون خیلی متلاطمه زندگی هستم علیه یا تو جنگ بود یا تو بحران ها بود همیشه عادت معمولی گوشه ای که نبودن که طبیعیه که فشار روشون خیلی زیاده اگر تو خونه همسرشون این بار رو ازشون بر نداره داغون میشن خورد میشن حسامیر امیر بود هر موقع من میرفتم خونه هر موقع نه یه بار نه دو بار هر موقع ولقد کن تو انظر و الیها هر موقع به زهرا نگاه میکردم فینکش فان الهموم و الاحزان هم و غم رو از دل من بر می داشت همیشه با چهره خندرو می اومد مواجه بود با من بار من رو بر می داشت نه سالی که زهرا تو خونه من بود ما اغذبت نی ولا اغذبت یک بار دل من رو نشکست یک بار من رو غذبناک نکرد من هم همینجور یک بار چیزی از من نخواست که من نتونم انجام بدم و خجل بشم خب ببینید چنین زنانی چقدر مایه آرامش هستن چقدر مایه آرامش هستن خدا رحمت کنه مرحوم علامه تبا رو علامه تواتبایی تبا خانومش سود سی و پنج سال با هم زندگی کردن خانومش وقتی از دنیا رفت علامه تواتبایی شکست خودش میفرمود دیگه مهر بطلان بر زندگی من هم زده شد خیلی گریه میکرد این عارف فیلسوف با عظمت بهش گفتن حاج بالاخره حالا از دنیا رفته تقدیر دیگه چون گفت منم میدونم مرگ که حق این که حرفی نی با تو من هر موقع یاد وفا و صفا و محبت خانومم میفتم نمیتونم خودم کنترل کنم این زن به قدری با گذشت و فداکار بود اصلا انگار تمام وجودش رو خرج من میکرد انگار خودش رو نمیدید هر موقع یادش میفتم گریم میاد هیچ موقع از من چیزی نخواست قانع زندگی میکرد هر موقع من فشار کاری داشتم اون موقع که داشتم تفسیر المیزان رو می نوشتم یا کتاب هایی رو می نوشتم این زن انقدر فهمیده بود که برای رفع خستگی یه چایی برای من مثلا هر یکی دو ساعت یه بار یه چایی می آورد اما حتی با من حرف نمیزد که حواسم پرت بشه چایی رو می آورد. آروم می زاش پیش من که سر نکنه می رفت. تو تمام مدتی که با باهاش زندگی کردم یک بار نشد که کاری بکنه که من تو دلم بگم یه کاش این کارو نمیکرد کاری بکنه که من تو دلم بگم این کارو نمیکرد خیلی ارزشمند هستش محور آرامش تو خونه هستش چنین همسرانی با سمین هم علامه دیگه بعدش به قول خودش شکست این زن بزرگوار صاحب مکاشفه هم شد من به علامه می اومدن میومدن میگفتن که آجا ما چه ریاضتی بکشیم برای رشد کردن اگه بخوایم به خدا برسیم تو مسیر سیر و سلوک چه ریاضتی بکشیم شما گفت آقا جون متأهلی گفت بله گفت اونایی که متأهلن مرحوم علامه طباطبایی میگفت اونایی که متأهلن ریاضتی که قرب براشون میاره این که تو خونه خوش اخلاق باشه این ریاضت سختم هست دیگه گای مقادم از کوره در میره ببینید ریاضت بناش همینه که سختی داره پارو خود گذاشتن داره ولی اگه راحت بود که اسمش ریاضت نبود که میگه ریاضت همین هستش این خانوم علامه تبا همین ریاضت رو کشید خودش صاحب مکاشفه بود ده سال نجف زندگی می کردن. بعد که اومدن ایران با علامه تبا طبع اومدن ایران خب اول تبریز بودن هنوز قوم نبودن تبریز بودن ایشون میگفتش که من یه محرمی بود خانومش به خود علامه بعدن گفته بود گفته بود من روز آشورا بود نشسته بودم یه مرتبه دلم گرفت و خیلی گریم گرفت که ده سال روزای آشورا ما نجف میمونیم کربلا کربلا بودیم امروز نیستیم امروز تبریزیم خیلی دلم شکست و گریه کردم یه مرتبه دیدم تو حرم امام حسینم گفت یه مرتبه خودم و تو حرم سید الشهدا یافتم علامه طباطبایی میگفت ایشون مکاشفه داشت این زن بزرگوار وقتی از دنیا رفت تا چهار سال علامه طباطبایی هر روز میرفت سر قبرش کنار حرم است معصومه سلام الله علیها قبرشون هستش قبرستان نو بهش میگن اونجا دفن چهار سال هر روز میرفت سر قبر همسرش دعا فاتحه میخون بعد از او بعد از چهار سال تا آخر عمر علامه تبا هر هفته دوبار میرفت سر قبرش این همسران اینا کمک همدیگه و یاور همدیگه هستن تو بهشتی کردن همدیگه همدیگه رو بهشتی میکنن خوشا حال همسرانی که اینجوری باشن هست خدیجه کبرا این شکلی بود پیغمبر اکرم اول بعثت خیلی فشار داشت خیلی اذیتش میکردن با سنگ میزدنش زخمی میشد پناه میبرد به کوههای اطراف مکه خانم خدیجه کبرا به محض اینکه میشنید که پیغمبر رو زدن و رفته مثلا زیری سنگی برای اینکه زیری سایه ای مثلا باشه یه مقدار غذا وسایل پانسمان بر می داشت می دوید می رفت تو کوه پیغمبر رو پیدا می کرد بهش می رسید پانسمانش می کرد گاهی موقع ها من اینو تو تاریخ خوندم پیغمبر رو با سنگ می زدن تو یه موردش بوده خانم خدیجه کبرا اون نزدیکی بود خودش رفت جلو ایستاد که سنگا به خودش بخوره خودش رفت جلو وایساد این بانوی با عظمت تو سه سال چهار سالی که مسلمین تو شعب و طالب گفتم تو محاصر اقتصادی بودن مریض شد اونجا دیگه مریض شد وقتی که از شعب اومدن بیرون پیغمبر اکرام آثار مرگ رو تو چهره خدیجه کبرا دید این بانو بزرگوار این همه خدمت کرده بود اون آخر شروع کرد اوزخایی کردن از پیغمبر یا رسول الله منو عفو بکن اگه کمکاری کردم اگه کوتاهی داشتم حلالم بکن که پیغمبر فرمود کوچکترین ناراحتی من از تو ندارم هیچ کم نگذاشتی درس بزرگ زندگی خدیجه کبرا یک درسه من همین یه دونه رو عرض میکنم و بحثم رو تمام میکنم درس بزرگ زندگی این بانوی با عظمت که اگه امشب با همین یه دونه رو لاقل مطلبش رو بگیریم اینشالله هر کدوم بتونیم پیاده بکن اینه که اگه کسی با خدا معامله بکنه خدا براش کم نمیگذاره اگه کسی با خدا معامله بکنه ببینید این بانوی با عظمت با خدا چند جا معامله عجیب و غریب کرد ثروتمندترین زن جزیره العرب بود تمام ثروتش رو داد مال کثیر رو داد خدا بهش کوسر داد حضرت زهرا رو بهش داد که ام الائمه است یعنی تمام امامان ما از حضرت خدیجه میشن دیگه ببینید چه افتخاری از این بالاتر و بزرگتر هست امام سجاد علیه السلام و ائمه ما افتخار میکردن که مادر ما خدیجه است تو خطبه شام امام سجاد همون خطبه معروف انا ابن مکه و منا انا ابن زمزمه و صفا اونجا داره انا ابن خدیجه الکبرا امام سجاد و چهارده معصوم احدی با اینها قابل مقایسه نیست احدی با این چارده تا قابل مقایسه نیست فاصلهش تا خانم خدیجه کبرا زیاده اما با این وجود افتخار اینا این بوده که مادرشون خدیجه کبرا هستش معامله با خدا مال کسیر داد خدا بهش کوسر داد این بانوی با عظمت با اینکه ثروت زیادی داشت میتونست هر جور کاسبی بکنه ثروت ثروت بیاره ثروت ثروت بیاره بانوی هستش که اینجوری پول پول میاره اگر هر شکلی کاسبی میکرد اون زمان رایج بود دیگه ربا رایج بود که پول بده با سود بگیره رایج بود اون زمان امثال احتکار رایج بود که جنسی که مورد نیاز هست الان بردار انبار بکنه بعد که مردم نیازمند شدن با قیمت بالا بفروش ابدا این کار رو نکرد حلال و طیب کاسبی کرد اون وقت انقدر خدا معامله با خداست دیگه اون وقت خدا انقدر به این مالش برکت داد که این مال مایه عظمت اسلام شد و تونست ثروت خرج بشه که اسلام رو حفظ کنه باهاش هر پولی لیاقت خرج شدن تو هر جایی رو نداره پول خدیجه هستش که لیاقت داره خرج بشه که دین خدا باهاش بمونه دین خدا که پیغمبر فرمود همون که عرض کردم خدمتتون هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به من نفع نرسون این معناش این هستش که تو کاسبیمون مراقب باشیم معامله با خدا بکنیم این بده که یه هیئتی بیاد بگه من این که دارم عرض میکنم رخ داده دارم خدمتتون میگم آ، به خود من گفته بود یه هیئتی جایی بود من میشناختم اسم. سنی ازش گذشته بود مال بازار بود گفت حاج تو بازار فعلی دروغ نگی نمیتونی کاسه کنی، این بخوای سرتو بذاری پایین و راست بگی و این حرفا کلا میذارن سرت تا کمر باید دروغ بگی گفتم عزیز من از تو بعید این حرف از تو که هیئتی بابا توکل بر خدا معنای این حرف دینی که خدای دینت قابل عمل نیست دینت دین تو یه دینی است که تو بازار نمیشه بهش عمل کرد اینجا باید طبق دستورات شیطان عمل کرد باید دروغ گفت سرم دیگر رو کلا گذاشت چیکار کرد چیکار کرد این چه حرفیه که میزنی معامله کن با خدا خدا به گرگ و پلنگای بیابون داره رزق میده به تو بلدی رزق بده که بندی و بندگی براش میکنی پاش وایسا پای دینت پای دینت وایسا خانم خدیجه کبرا معامله کرد تو ازدواج اشراف عرب می اومدن برای خواستگاریش پول دارا می اومدن برای خواستگاریش ارز کردم خدمتون دیگه سروتمندا صاحبان قدرت و اشیره و قبیله اینا می اومدن برای همه رو جواب رد داد یعنی پشت پا به ثروت شهرت قدرت پیغمبری که اون زمان فقیر بود یتیم بود شهرت آنچنانی هم نداشت به خاطر دیانتش با پیغمبر به خاطر پاکیش با پیغمبر ازدواج کرد خب یعنی چی یعنی دختر خانم یعنی خانواده محترمی که براتون خواستگار میاد اگه میبینید خواستگارتون ولی پول داره ماشین داره شغل آنچنانی داره ولی نماز نمیخونه گاهی خب. موقع از سوال بکنم همه چیش خوبه نماز نمیخونه یا احیانا فرض کنید خدای نکرده نبوزه بالله مشروب بخوره همه چیش خوبه کار و کاسبی همه چی خوب پول داره هست چی داره گفتم اگه میخواید نسل و اولادت شیعه و پاک بمونه مواظب باش که این دخترتو تو به کی میدی به صرف اینکه پول داره به صرف اینکه ماشین اونچنانی و کار آنچنانی داره زیر بار هر ازدواجی نه رو خانم خدیجه کبرا پول و ثروت و شهرت و قدرت و همه اینا رو ولش کرد با پیغمبری که فقیر بود ولی دیندار بود به پیغمبری که پاک بود با او ازدواج کرد نه معامله است با خدا و خدا هم جواب شد